سلام بر شما، به خبر نیمروز خوش آمدید. ایران دارای سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری فناورانه مرتبط با اقتصاد. صعود 7 پله‌ای در 1 سال ایران را در جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی قرار داد. حدود 20 شهید و 30 زخمی در انفجار تروریستی در یک مرکز آموزشی در غرب کابل. دانش آموزان و دختران هدف قرار گرفتند. نسخه نویسی الکترونیک در مرز 100% شدن، رئیس مرکز آمار و اطلاعات بیمه سلامت. فقط حدود 3% از نسخه ها به صورت نیمه الکترونیک یا کاغذی صادر می شود. پیچیده تر شدن کشاکش روسیه و غرب در زمین اوکراین. از جدی شدن اتهامات مسکو در خصوص دست داشتن آمریکا در انفجارهای خط لوله گاز نورد استریم تا تدارک کرملین برای اعلام رسمی الحاق مناطق جدا شده شرق اوکراین به روسیه. و در میز اقتصاد بررسی خواهیم کرد افزایش 2 برابری جذب سرمایه گذاری خارجی در 1 سال اخیر. چه اقداماتی باید برای تسریع و تقویت جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهر جمعه شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. ارتقای 7 پله‌ای ایران در شاخص جهانی نوآوری 2022. در گزارش شاخص جهانی نوآوری 2022، ایران در جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفت، با 7 رتبه ارتقا نسبت به سال 2021 در جایگاه 53 جهان. همچنین ایران دومین سال متوالی در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است. بنابراین گزارش، ایران در شاخص‌های مانند ثبت علامت تجاری دارای رتبه 1 و دانش آموختگان علوم و مهندسی نیز رتبه 2 را داراست و در این حوزه ها پیشتاز محسوب می شود. ایران در زمینه خروجی های نوآوری هم عمل کردی مشابه اقتصادهای اروپایی با درآمد بالا مانند لتونی و کرواسی را دارد. متخصصان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور دستگاه پرتودهی گاما را به منظور پرتودهی به فراورده‌های خونی بومی سازی کردند. این دستگاه بدون آسیب زدن به بافت‌ها و پیشگیری از اختلالات محتمل در گیرندگان فراورده‌های خونی به ویژه در پیوند اعضا سلول‌های مضر خون را از بین می‌برد. یکی از اختلالاتی که در زمان دریافت خون به بیماران احتمال دارد اتفاق بیفتد، پاسخ سیستم ایمنی گیرنده به خون جدید است. در این افراد که معمولاً دچار نقص ایمنی هستند، تی سل شروع میکنه به تکثیر کردن و بعد باعث میشه که بدن بیمار عفونت بکنه و در نهایت بیمار از دست بره. برای حل این مشکل در جهان از دستگاه‌های پرتودهی خون استفاده می‌شود که این فناوری حالا با تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای بومی شده و بدون آسیب رساندن به بافت‌های خون وظیفه از بین بردن سلول‌های به اصطلاح تی را به عهده دارد. در حقیقت خون رو پرتودهی می‌کنه، تی سل‌ها رو از بین می‌بره و یا در حقیقت از حالت تکثیر خارجشون می‌کنه، یعنی امکان تکثیر دیگه پیدا نمی‌کنن و بعد به همین ترتیب باعث میشه که بدن بیمار واکنشی نشون نده. با چشمه گاما کار می‌کنه، کوبالت 60 هست چشمش. محصول در یک ظرفی قرار می‌گیره که می‌تونه بین 1 تا 4 تا کیسه خون در سیستم ما درش قرار بگیره. حدود 180 درجه حرکت میکنه و خودش رو میرسونه مقابل چشمه پرتو و از اونجا پرتودهی شروع میشه. در دستگاه‌های پرتودهی بسته‌های خون قابل رصد و بررسی هستند تا به میزان مورد نظر پرتودهی شوند. یه سری اطلاعات رو اون کیسه خون درج شده به صورت بارکد که بارکد خان اینا رو میخونه و اگر هر گونه اشتباهی رخ بده دستگاه متوجه میشه و پیغام میده که این محصول قبلا پرتودهی شده یا حالا هر اطلاعات دیگه لازم باشه
در اختیار ما قرار. دستگاه‌های پرتودهی خون از جمله کالاهای راهبردی است که فناوری ساخت آن در اختیار چند کشور محدود در جهان است که با همکاری دانشمندان صنعت هسته‌ای و سلولی ایران بومی‌سازی شده. در کشور کانادا، آلمان و آمریکا در حقیقت این دستگاه‌ها تولید و تجاری سازی شده. قیمتی که الان این دستگاه به فروش می‌رسه در حدود 300 هزار دلار هستش. در صورتی که نمونه ایرانی در حدود 100 هزار دلار برای ما قیمت تمام شده هستش. استفاده از پرتودهی برای خونهای انتقالی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی ضروری است و این دستگاه با هدف استفاده در سازمان انتقال خون و مراکز انجام پیوند در سازمان انرژی اتمی با همکاری ستاد سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صنعتی سازی شده است. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در پی انفجار امروز کابل در تماس با مقامات وزارت بهداشت افغانستان از آمادگی کشورمان برای کمک به حادثه دیدگان خبر داد. امروز در غرب شهر کابل دانش آموزان یک آموزشگاه هدف انفجار تروریستی قرار گرفتند. انفجاری که دست کم 50 شهید و زخمی داشت. قربانیان بیشتر دانش آموزان دختر بودند. طالبان شمار شهدا را 19 نفر اعلام کرده، اما برخی رسانه ها این آمار را تا 32 نفر گزارش دادند. مادری را گریان در نزدیکی محل انفجار امروز غرب کابل میبینم. میگوید همه خانواده و نزدیکانش دنبال دختر او میگردند. از ما نفر ما نامش مرزی هستن، نام پدر سید علیستا. در کل شب خانه گشتیم پیدام نکردیم تا هنوز. انشالله پیداش میشه. آمین. کلاس چندم بود؟ آمدین کانکور میخوان در کورس. آن کل قوم کل خش دنبال میگردن، در شب خانه میگردن پیدا نمیکنن. دختر او امروز به آموزشگاه کاش رفته بود تا در یک کنکور آزمایشی قبل از شرکت در کنکور سراسری افغانستان شرکت کند. آموزشگاه کاش در غرب کابل صبح امروز هدف یک انفجار انتحاری قرار گرفت. انفجاری مهیب که در آن عامل انتحاری خود را در بین دانش آموزان منفجر کرد. ما در خانه بودیم که اگه انتحاری شد، باز دیدیم که گرد و غبار در هوا بالا شد، باز شیشه لرزه کرد، باز آمدیم بیرون، رفتیم جنازه را کشیدن، نفر خیلی زیاد بود. طالبان مثل همیشه اجازه نزدیک شدن به محل انفجار و بیمارستان‌هایی را که شهدا و زخمیان منتقل شده است نمیدهند. بعد از اینکه فایر کرده، بعد از انتحاری شده. تیراندازی کرده. اول تیراندازی، اول کلان تیراندازی بوده، بعد از اون انتحاری بوده. همسایه شما چطوره؟ همسایه ما زخمی شده. برای دقایقی بیمارستان‌های نام شهدا و زخمیان را در غرب کابل در بیرون از بیمارستان منتشر کردند. شاهدان عینی میگویند آمار شهدا و زخمیان بیشتر از عددی است که طالبان اعلام کردند. وزارت کشور طالبان تعداد شهدای انفجار امروز کابل را 19 نفر و زخمیان را 27 نفر اعلام کرده است. مردم با نهایت وضعیت خراب از و هر کس با بسیار وضعیت خراب سوال میکرد که چه گپ است، چه گپ نیست. انفجار در فضای این چنینی صورت گرفته است. تصویری از آموزشگاه کاش قبل از انفجار. در زمان انفجار حدود 400 دانش آموز در آموزشگاه حضور داشتند. بیشتر قربانیان انفجار امروز کابل دانش آموزان دختر بودند. این اولین باری نیست که آموزشگاه‌ها در غرب کابل هدف انفجار قرار می‌گیرد. مهمترین خواسته‌ای که مردم افغانستان از جمله اینجا در غرب کابل از حاکمان این کشور دارند، تأمین امنیت است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل. درباره انفجار امروز در کابل گفتگو میکنم با آقای سعدالله زارعی، کارشناس غرب آسیا. آقای زارعی سلام بر شما. این حمله انتحاری در یک آموزشگاه در غرب کابل صورت گرفته. گروه های تروریستی چرا چنین مکان هایی رو انتخاب میکنن برای انفجار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تسلیت عرض میکنم این حادثه ای که برای ملت بزرگوار افغانستان پیش آمده
گروه های تروریستی در واقع اون کسانی که این انفجار رو انجام دادن و ظن قوی این هست که گروه داعش این کار رو کرده باشه، اینها در خصوص تحصیل دختران در مدارس حساسیت دارن و موضع بسیار تندی نسبت به این مسئله دارن و این انفجار در واقع هفته بازگشایی مدارس در افغانستان معنای غیر از این نمیتونه داشته باشه و طبیعتاً از اونجایی که این انفجار در نزدیکی مربع امنیتی کابل رخ داده، یعنی مسجد وزیر اکبر خان که در نزدیکی این آموزشگاه هست و خود این آموزشگاه، اینو منطقه‌ای که در واقع در این حمله تروریستی هدف بودن نزدیک مربع امنیتی هست و در واقع برای اینکه گروه تروریستی نشون بده که دا نزدیک مربع امنیتی کابل نفوذ کرده و میتونه عملیات انجام بده و در واقع یک نوع قدرت نمایی جنایتکارانه اینجا از خودش بروز داده و قربانی اون هم کودکان و دختران بیگناه افغانستان هست که در اینجا برای هدف مقدس تعلیم و تربیت در اینجا جمع شده بودند. و لذا این حادثه در واقع یک حادثه جنایتباری هست که وجدان‌های بیدار انسان‌ها را متعلم می‌کنه. خب آقای زارعی، سوال من هم دقیقاً همینه، چرا کشورهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر دارن توی این موارد سکوت می‌کنن؟ اونها چه نقشی در پشتیبانی از این گروه‌های تروریستی در منطقه دارن؟ ببینید، تمام خبرها بیانگر این هست که در طول سال‌های گذشته، یعنی حداقل از 5 سال گذشته، آمریکایی‌ها به طور مشخص در جهت انتقال بقایای داعش از عراق و سوریه به افغانستان کار کردند و غیر از این خبرهای دیگه بیان کننده این هست که داعش از پوشش اطلاعاتی در واقع سرویس‌های غربی هم برخوردار هست و به یک نوعی در اینجا پشتیبانی میشه. در یه زمانی داعش در اینجا در واقع به عنوان نقش موازنه دهنده از سوی آمریکایی‌ها وارد این سرزمین شد، با خروج آمریکایی‌ها عملاً اون پروژه ناتمام آمریکایی‌ها را تروریست‌ها دارن در اینجا دنبال می‌کنن و اجرایی می‌کنن. این هدف این است که آمریکا بتونه با بی‌ثبات سازی این منطقه، نیاز به ورود آمریکا و ورود غرب صحنه امنیتی افغانستان را به ملت مظلوم این کشور به نوعی تحمیل و یادآوری بکنه. خیلی ممنونم از شما آقای زارعی، انشالله که دیگه شاهد چنین جنایاتی نباشیم در هیچ کجای دنیا. کارمزد وام‌های 10 میلیون تومانی در بانک‌های قرض‌الحسنه از ماه آبان صفر می‌شود. وزیر اقتصاد گفت با هماهنگی ایجاد شده بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک قرض‌الحسنه رسالت، از ماه آینده برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه 10 میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد 4% وام‌ها به صفر می‌رسد. شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت برای 2000 آتش نشان مسکن ساخته می شود. رئیس جمهور دیروز در مراسم روز آتش نشان از شهرداری تهران خواسته بود تا پیگیر سختی کار و مسکن این قشر شود. همکارم سلامی و گزارشی از حاشیه این دیدار. در این 14 برای اولین بار با حضور در این جمع صمیمی، آقای رئیس جمهور برای اولین بار دیدار صمیمی داشت با آتش نشانان و ادای احترام کرد به شهدایان. با حضور آقای رئیس جمهور 16 بانو کارشون رو به صورت رسمی در آتش نشانی آغاز کرد. شما چی شد آتش نشان شدید؟ عشق به شغل پدر، علاقه داشتم از بچگی. بچه از بچگی از شما میپرسم میخواد چیکار بشه؟ گفت آتش نشان. بله. حقوق شما الان چقدر گفت؟ نگفتن چیزی هنوز. مجانی، یعنی صلواتی قرار داره احتمالاً. فردا روزی اومدی مثلا همسر شما مخالفت کرد با این شغل، چیکار میکنی؟ راضیشون میکنی دیگه. برای یه خانم سخت نیست چرای دیگه؟ همه سختیاشو ما میدونستیم، این علاقه بوده که تحمل میکنی. این که به جمع شما خانوم های آتش نشان پیوستند کار بسیار ارزشمندی است.
خیلی خیلی ازشون تشکر میکنیم که از آقای رئیس جمهور، از تمام مسئولینی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. حضور خانم ها نیاز بود توی زمینه آتش نشانی. خیلی فقط خیلی متشکرم که این امکان رو در اختیار خانم ها گذاشتن که بتونن به اون علایقشون برسن و بتونن مثمر ثمر باشن برای جامعه. آقای رئیس جمهور گفت آتش نشانی شغل نیست، بلکه ایثار و فداکاری است. یک آتش نشان جلوه فداکاری و ایثار و مسئولیت پذیری است. کسی که نجات پیدا میکنه واقعا اون حسی که داری انگار از مادر تازه متولد شدی، خیلی حسش خوبه. این کوچولو خیلی دلتنگ من، هم من دلتنگ میشم هم این دلتنگ من میشه. شبایی که نیست هم ما نگران اونیم هم اون نگران ما، اما آتش نشانی شغل نیست، عشقه. بابا جون دوست دارم. از شما شغل شما سخت تر یا شغل آقای رئیس جمهور؟ شغل آقای رئیس جمهور. بله. حقوق شما باید بیشتر باشه حقوق رئیس جمهور. حقوق ما؟ حقوق شما. بله. چون ما تا جونمون در تماسیم دیگه الان. از حقوق شما باید بیشتر. بله. خب سختی کار ایشون که بیشتره. خب جون ما در خطره. مسئله سختی کار به نظرم حرف منطقی است. از جاهایی که از سازمانهایی که باید گفت کارشون سختی داره حتما مجموعه آتش نشانی است. خوبه. ما فقط مشکل ما الان معیشت و مسکنمونه و مسئله مسکن عزیزان فاقد مسکن در سازمان آتش نشانی حل خواهد شد. ایشالله حرفایی که زدن عملی بشه. امید دارم ایشالله ما به آینده امید داریم. شنید آتش نشانی؟ یه دست بزنیم به افتخار همه آتش نشانی. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. پیکر شهید رمضان علی میرزایی از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس بر دستان مردم شهید پرور شهرستان سوادکوه تشییع و در زادگاهش روستای پیرنعیم به خاک سپرده شد. شهید میرزایی در 18 سالگی در عملیات بدر در سال 63 در منطقه هورالعظیم شهید و پیکر مطهرش پس از 38 سال به تازگی شناسایی شده. راه رو گم نکنید، هر جا در برهه از زمان اینا ذخیره الهی هست، هر جا دشمن اومد ضربه بزنه شهید ما راه نشون بده. وظیفه ما اینه که حجاب خودمون رعایت کنیم، ادامه دهنده راه شهدا باشیم. یکی از مهمترین پیام شهدا حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است، حفظ ارزش هاست. شهدای ما با اخلاص جونشون رو در طبق اخلاص گذاشتن تا امنیت و ارزش اسلامی رو حفظ بکنن. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت اقدامات آمریکایی‌ها نشان از همدستی آنها با تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق دارد. سرلشکر باقری در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها درباره هدف قرار دادن یک پهپاد ایرانی در اقلیم شمال عراق گفت حق مقابله را برای خود محفوظ می‌دانیم و در مکان و زمان مناسب پاسخ خواهیم داد. صبح چهارشنبه 6 مهر موشک ها و پهباد هایی که مناطقی را در اقلیم شمال عراق نشانه رفته است. هدف پایگاه های تجزیه طلبان و تروریست ها. به مرور با حمایت امریکا و برخی از همپیمان هاش اینجا تبدیل به یک مجموعه علیه امنیت ملی کشور ما شد. ایران پیش از این هشدار داده بود که اگر مسئولان اقلیم شمال عراق از اقدامات تروریستا در مناطق تحت کنترل خود جلوگیری نکنند دیگر بهانه پذیرفتنی نیست. تذکر دادیم این ساختمون در خیابون فلان پلاک فلان طبقه 3 دست فلان گروهی که داره این کار آموزشی رو انجام میده، اونجا داره بمب میسازه. حالا در بحبوحه درهم کوبیدن مواضع تروریستا و مقرهای تجزیه طلبان، امریکایی ها مدعی هدف قرار دادن یکی از ده ها پهپاد ایرانی شدند. ادعا کردند که یک هواپیمای بدون سرنشین ما رو در فراز اربیل زدند. در عمل دارن نشون میدن که همپیمان تروریست ها هستند. از امروز به بعد اگر اینها نسبت به پهپادهای ما اقدامی بخوام بکنن حتما برخورد میکنیم. ثانیاً ما حق مقابله و انتقام و اقدام رو محفوظ میداریم.
سرلشکر باقری گفته آمریکایی ها هم می دانند که ما می دانیم در پایگاه هایشان چه می گذرد. می دانیم پایگاه حریر کجاست. می دانیم چه توطئه هایی توش اتفاق می افته. مختصات هر نقطه و سنگر رو داریم. در اربیل و دهوک هم پایگاه ها رو داریم. تعداد نفرات رو می دونیم. رفت آمده رو می دونیم. دشمنیشون رو هم می دونیم. البته هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به تروریست‌ها و آمریکایی‌ها در شمال عراق منحصر نمی‌شود. این رو به کشورهای همسایه هم گفتیم. داخل این پایگاه فلان فعالیت داره میشه، میگن ما رو توی پایگاه راه نمیدن آمریکایی‌ها. بعضن. اما نمیدونیم اون تو چه خبره. اطلاعات دارید به ما بدید. این تناقض داره به این که به ما بگن اینا قول دادن علیه اینا کاری نکنن و بعد بگن ما از کارهای اینا خبر نداریم. اگر اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی، امنیت ملی ما، منافع ملی ما از پایگاهی در کشورهای همسایه اتفاق بیفته، حتما ما به اون پایگاه جواب خواهیم داد. ایران چند سال قبل با حمله مستقیم به پایگاه عین الاسد آمریکا و همچنین هدف قرار دادن پهپاد 200 میلیون دلاری گلوبال هاک، گوشه‌ای از مقابله با قدرت‌های مداخله‌گر در امور منطقه ای را نشان داده بود. یعنی برای حفاظت از امنیت منطقه برای ایران فرقی نمی کند با کدام روی سکه ناامنی برخورد می کند، چه تروریست های سنتکام باشند، چه تروریست های تجزیه طلب. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما. حمایت مجلس نمایندگان آمریکا از اختشاشات ایران. مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه با حمایت از ناآرامی‌ها و اختشاشات چند روز قبل در چند شهر کشورمان اعلام کرد ایران باید غیر دینی و غیر هسته‌ای شود. پیش از این رئیس جمهور، وزیر خارجه و برخی دیگر از مقامات آمریکا از اختشاشات در ایران حمایت کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده بود برخی از مقامات کشورمان را تحریم کرده است. دیروز نیز وزارت خزانه داری آمریکا اسامی 10 شرکتی را که در کشورهای امارات، ایران، چین و هند مستقر هستند به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داد. خطیب جمعه تهران حماسه حضور مردم در اول و سوم مهر برای محکوم کردن اختشاشات و اقدامات هنجار شکنانه اخیر را نشانه دشمن شناسی مردم برشمرد و گفت برخورد قاطع با آشوب طلبان از مطالبات مردم در این اجتماعات است. سازندگان امنیت و تولید کنندگان امنیت را در کشور بیش از گذشته قدر بدونیم. وحدتمون رو باید بیشتر از گذشته قدر بدونیم و تقویتش کنیم. انس و دوستی و الفت داخلی رو، همچنان که رئیس جمهور عزیزمون فرمودن، آمادگی بیشتری برای شنیدن صدای مخالف، برای شنیدن صدای معترض و منتقد انشالله در آینده خواهیم داشت. سازوکارهای تازه‌ای در این زمینه با ابتکارات جدید انشالله طراحی بشه. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری همچنین به عملیات ضد مقر تروریست ها در اقلیم شمال عراق اشاره و از سپاه پاسداران در سرکوب این تروریست ها قدردانی کرد. امنیت این کشور قابل مسامحه نیست. این گروهک های پلید از قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، تا اخلال در امور اقتصادی، تا تعرض به امنیت کشور، انواع و اقسام مفاسد رو تو کارنامه‌شون دارن. در 50-60 پایگاه و البته مسئولین اقلیم به تعهداتشون برای جمع کردن اینها عمل نکردن. اون وقت راهش همینه. مخصوصا در این فتنه‌گری‌های اخیر هم اینا یک ورودها و مداخله‌هایی داشتن. مشکل ترخیص بار کامیون‌ها در مرز خسروی تا چند روز آینده به طور کامل برطرف می‌شود. به گفته مدیر گمرک مرز خسروی، علت توقف طولانی کامیون‌ها در مرز خسروی با عراق ممنوع شدن تردد کامیون‌ها در مرزهای دیگر در ایام اربعین بود که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. کامیون‌های حامل بار زیادی در مرز خسروی در انتظار ترخیصند.
حدود 1000 کامیون حامل مصالح ساختمانی، میلگرد، کاشی و میوه و تره‌بار چند روزی است در مرز خسروی منتظرند تا بارهای صادراتی خود را پس از ورود به کشور عراق ترخیص و تخلیه کنند. نزدیک یه هفته بیشتر اینجاییمون، هیچ امکاناتی هم نداره، خیلی معطل شدیم اینجا. آقا من از جمعه آمدم، الان هولوش یه هفته اینجام، تازه الان امرز میخوام برم اوبر برای تخلیه بار، فیکس یه هفته اینجام، بارم هم شیشه سکوریته. مدیر گمرک خسروی با اشاره به ظرفیت محدود پذیرش کامیون‌ها از طرف کشور عراق این مسئله را موجب ازدحام کامیون‌ها در این مرز دانست. مرزهای مهران، شلمچه و چذابه به دلیل مصوبات کمیته ستاد اربعین بحث تجاری آنها تعطیل اعلام شد. تنها مرز خسروی بود که هم در بحث مسافری و هم در بحث تجاری به صورت مستمر فعالیت می‌کرد. به همین دلیل حجم عظیمی از کالاهای تجاری و کامیون‌های حامل کالاهای تجاری به مرز خسروی سرازیر شدند. تا همین اوایل هفته جاری حدود 2000 کامیون روز شنبه در مرز خسروی حضور داشتند که در این چند روز گذشته با همکاری مرزبانی و تلاش همکارانم حدود 1800 کامیون تاکنون از مرز خسروی خارج شده، کما اینکه روزانه حدود 300 تا 500 کامیون هم به مرز مراجعه میکنند و همچنین محدود بودن ظرفیت پذیرش طرف عراقی که روزانه بیش از 400 کامیون توان پذیرش ندارد و همچنین ناوگان حمل و نقل عراقی جوابگوی ظرفیت تجاری ما نیست. ما روزانه حدود 400 کامیون در مرز با 8 ساعت کاری از مرز کشفیات گمرکی آنان را ترخیص می شوند که اللحاظ زمانی هر کامیون کمتر از 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان می برد و الان هم الحمدلله با همکاری مرزبانی و تلاش همکارانم مرز بسیار روان است و حدود 700 تا 800 کامیون الان در مرز حضور داریم که در 1-2 روز آینده انشاءالله تشریفات خروج آنها انجام خواهد شد. عباسیان یادآور شده تلاش می شود تا چند روز آینده این مشکل برطرف شود. تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست سال 2 میلیارد دلار کاهش یافت. بانک مرکزی اعلام کرد کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی در حالی است که قیمت جهانی کالاهای اساسی در این مدت افزایش یافته است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرد میزان عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما در نیمه نخست سال با افزایش 90% از 11 میلیارد یورو به حدود 20 میلیارد یورو رسیده است. نمایشگاه تخصصی ساختمانسازی با حضور 167 شرکت خارجی از جمله یک شرکت ایرانی در دمشق در حال برگزاری است. این دومین نمایشگاه تخصصی در حوزه ساختمانسازی است که در چند ماه اخیر در سوریه برگزار می شود. دولت سوریه به فاصله چند ماه دو نمایشگاه تخصصی در زمینه ساختمانسازی برگزار کرده است. این نمایشگاه ها تلاشی برای دستیابی به تصویری واقعی از برنامه بازسازی سوریه است. فرصت های پیش رو را به شریکان اقتصادی ارائه می کنیم و در مقابل توانمندی های آنان را می سنجیم. 167 شرکت خارجی فعال در زمینه صنعت ساخت و ساز یا نمایندگان سوریه آنها در این نمایشگاه حضور دارند. اما نکته قابل توجه عدم حضور شرکت‌های اروپایی بود. سوریه را با مشارکت کشورهای دوست آباد خواهیم کرد. کشورهایی که در زمان جنگ مردانه در کنار ما ایستادند. در این نمایشگاه تنها یک شرکت ایرانی حضور دارد که برای سرمایه‌گذاری در زمینه اسکلت‌های بتونی و سازه‌های بلند مرتبه در سوریه اعلام آمادگی کرده است. کشوری هستش که نیاز هست به ساخت و ساز. چه پیمونکار در زمینه‌های عرض کردم که طراحی و اجرا، همچنین فروش متریالی که لازمه مسائل ساختمانی هستش. سوریه نیمی از درآمد ناخالص محلی خود را در سالهای جنگ از دست داده است و آمارها از هزینه تقریبی 600 میلیارد دلاری برای بازسازی تأسیسات زیرساختی این کشور
حکایت دارد. اگر دوستان بتونن در سوریه حضور داشته باشن، هم بازار خوبی هست، هم به لحاظ توسعه صادرات کشورمون، هم به لحاظ سود اقتصادی که دوستان خودشون میتونن انجام بدن. در سایه علاقمندی دولت سوریه برای شراکت با کشورهای همپیمان برای بازسازی ویرانه‌های جنگ، به نظر میرسد بازار خوبی فراروی فعالان اقتصادی کشورمان در سوریه وجود دارد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق. نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سلیمانیه با حضور پررنگ کشورمان برگزار شد. ایران هر سال نزدیک به 1 میلیارد دلار مواد ساختمانی به این منطقه صادر می کند. با حضور بیش از 120 شرکت از 7 کشور، اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بین المللی سلیمانیه برگزار شد. پاویون ایران در نمایشگاه سهم قابل توجهی داشت. به عنوان اولین شرکت ایرانی که در اقلیم کردستان یک نمایشگاه بین المللی برگزار میکنه در حوزه صنعت ساختمان، 122 شرکت در این نمایشگاه مشارکت کردند از 7 کشور. خوشبختانه در این دوره از نمایشگاه پاویون جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین پاویون کشورهای شرکت کننده که 6-7 کشور بودند، بود. بیش از 70 شرکت توانمند ایرانی در حوزه ساختمان، در حوزه برق، در حوزه تأسیسات در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. بیش از 85% مواد استفاده شده در طرح‌های مسکونی منطقه مصالح ساختمانی ایرانی است. در طرح شهرک‌سازی ما در سلیمانیه 85% کالاهای ایرانی استفاده شده است. کوالیتی ایران لواز بلیم کیفیت کالای ایرانی خوبه، اما بازرگانان اقلیم در کیفیت کالا دخالت میکنن و کیفیت رو پایین میارن. این اشتباهه، چون از نگاه خارجی صنعت ایران رو میارن پایین. من اعتقاد دارم نباید تولید کننده کیفیت کالاش رو به خاطر تاجر پایین بیاره. کیفیت کالای ایرانی خوبه، اما باید همیشه کشور ایران و تولید کنندگان تأکید بر یک دستی کیفیت کالا داشته باشند. درجه 1 و 2 نداشته باشه. سروش سازانی، خبرگزاری صدا و سیما، سلیمانی، عراق. الحاق رسمی 4 منطقه اوکراین به روسیه در مراسم امروز کاخ کرملین، نشست امروز شورای امنیت درباره اوکراین. رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم ویژه در کاخ کرملین رسما الحاق 4 منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق و خرسون و زاپوروژیا در جنوب اوکراین را به کشورش اعلام می کند. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده ولادیمیر پوتین با امضای احکامی 2 منطقه خرسون و زاپوروژیا در اوکراین را به عنوان سرزمین های مستقل به رسمیت شناخته. چند روز پیش رأی‌گیری در مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق و زاپوروژیا و خرسون در جنوب برگزار شد. اوکراین و کشورهای غربی همه پرسی را ساختگی خوانده و مدعی هستند نتایج این همه پرسی ها از قبل تعیین شده است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به پیشنهاد آمریکا درباره قطعنامه علیه همه پرسی های الحاق بخشهایی از خاک اوکراین به روسیه رأی گیری کند. روسیه اسفند پارسال 2 جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک را به عنوان مناطق مستقل به رسمیت شناخته بود. حالا برای بررسی بیشتر تحولات منطقه اوکراین گفتگو می‌کنم با آقای صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای صفرنژاد سلام. در 7 ماه گذشته از آغاز رویدادهای نظامی در اوکراین، کشورهای غربی انواع حمایت‌های سیاسی و نظامی از کیف رو داشتن و از طرفی هم تحریم‌های شدید اقتصادی و مالی علیه روسیه رو اعمال کردند. با وجود این مناطق و وقایعی که رخ داده، 4 منطقه اوکراین که 15% از خاک این کشور رو تشکیل میداد به روسیه پیوستن در این همه پرسی ها. این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟ سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که ببینید، روسیه بعد از 7 ماه نبرد
و به اصطلاح منازعه با طرف غربی در اوکراین الان به تثبیت دستاوردهای خودش در منطقه شرق اوکراین پرداخت. با این همه پرسی که از 1 مهر تا 5 مهر برگزار شد، 4 منطقه لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپروژیا به استانهای 86 تا 89 روسیه به عنوان این استانهای 86 تا 89 روسیه تعیین شدن با رأی قاطعی که اهالی این منطقه دادن. حدود 9 سال قبل هم منطقه به اصطلاح کریمه و سابستوپول به عنوان استانهای 84 و 85 طی همه پرسی که اون موقع در جنگ اول اوکراین برگزار شد به روسیه ملحق شدن. یعنی الان در واقع ما شاهدیم که اوکراین تبدیل به 7 واحد شده. 6 واحدش که منطقه شرق و جنوب رو در بر میگیره جزء استانهای روسیه شدن و یکی هم که همون اوکراین اصلیه. ببینید بحث اوکراین بحث تعارض جدی بین دو تمدن غربیه. از یک طرف تمدن ارتودکس با نژاد اسلاف که در منطقه شرق و جنوب هستن و در طرف مقابل تمدن کاتولیک و پروتستان که به اصطلاح نگاهشون یورو آتلانتیکی هست. این منازعه در طول تاریخ بوده و امروز هم ما داریم مصادیقش رو میبینیم. در واقع تنش فقط محدود بین روسیه و اوکراین نیست، تنش بین دو تمدن غربی هست که یک طرفش روسا هستن، یک طرفش هم کل مجموعه غرب آمریکا و اروپای غربی رو شامل میشه. خب آقای صفنژاد، سوال بعدی من هم دقیقا در همین ارتباطه. اعلام رسمی الحاق این 4 منطقه در شرق و جنوب اوکراین به خاک روسیه همزمان هستش با درگیری ها در شرق اوکراین. این الحاق آیا تأثیری بر تحولات میدانی هم داره؟ به خاطر اینکه مسکو اعلام کرده که هر گونه حمله به این مناطق اقدام نظامی علیه خاک روسیه قلمداد میشه. ببینید با توجه به این همه پرسی که انجام شد و اعلام رسمی که امروز رئیس جمهور روسیه پس از امضای نتایج این همه پرسی خواهد داشت، عملا این مناطق جزئی از خاک روسیه هستند. روس‌ها دیگه به نظر من در اوکراین منازعه نظامی جدی نخواهند داشت، اما طرف مقابل طرف غربی احتمال هستش که به اصطلاح بیاد و به اصطلاح این تهاجم رو دامنه دار بکنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که از دیدگاه من این منازعه در بخش‌های دیگه‌ای ما بین روسیه و غرب تداوم خواهد داشت. یعنی ما باید منتظر باشیم ماهای آینده در منطقه شرق اروپا یا قفقاز جنوبی دامنه‌های ادامه این منازعه رو شاهد باشیم. روس‌ها در داخل اوکراین مأموریتشون الان تموم شده. اینا از بخشایی از اون دستاوردها هم عقب نشینی کردن، تثبیت کردن تمام دستاوردشون رو الحاق این 4 استان. و اینکه حالا آیا این 4 استان در ترکیب روسیه خواهد بود، موضوع کاملا جدیه. تمام پروسه‌ها انجام شده، همون جوری که 2 تا الحاق هم 9 سال پیش داشتن، منطقه کریمه و سابستوپول پیوست به روسیه. خود مردمان این مناطق هم به لحاظ نژادی، قومیتی و سایر مسائل اجتماعی نگاهشون به سمت روسیه هست. اما آیا منازعه بین روسیه و غرب در اوکراین تمام میشه؟ نه، این منازعه تازه شروع شده. این یک بستر جدیدی برای منازعه خواهد بود. چرا من میگم منازعه نمیگم جنگ؟ ببینید روس‌ها از ابتدا گفتن عملیات ویژه کردیم ما در اوکراین، واژه جنگ به کار نمی‌بردن. جنگ رو طرف‌های غربی، آمریکایی و اروپایی به کار می‌بردن. اما شاید عنوان منازعه بهتر باشه. یعنی یه چیزی که آتش زیر خاکستر میمونه. بله. هر از گاهی شعله‌ور میشه، هر از گاهی دوباره فریز میشه. اما روس‌ها به تثبیت این دستاورد 7 ماهه خودشون پرداختن و من بعد دیگه تهاجم جدی نخواهند داشت، بلکه میان این 6 منطقه رو که 2 تاشو 9 سال قبل، 4 تاشو اکنون ملحق کردن به استانهای خودشون، اینها رو حفظ میکنن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای صفنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. نشت گاز از 2 خط لوله نورد استریم 1 و 2 ادامه دارد و به تازگی 4مین نشتی هم پیدا شده. روسیه شواهدی مبنی بر خرابکاری آمریکا در این حادثه ارائه کرده. آمریکا بارها با این خط لوله ها مخالفت کرده و روسیه و اروپا هم در حال مذاکره برای وصل شدن جریان گاز در خط لوله نورد استریم 1 بودند.
на маршрутах газопроводов Северный поток. ماجرای نشت گاز از دو خط لوله نورد استریم 1 و 2 چند روزی است که به جدالی تازه بین روسیه با آمریکا و کشورهای غربی دامن زده. در حالی که غربی ها ابتدا انگشت اتهام را به سوی مسکو نشانه رفتند، اما اکنون روسیه شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد آمریکا آتش بیار این معرکه بوده. روسیه به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد بالگردهای آمریکایی از ساعتی پیش از حادثه تا چند ساعت پس از آن در مجموع به مدت 9 ساعت بر فراز دریای بالتیک و نزدیکی محل انفجار به پرواز درآمده و مشغول گشت‌زنی بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم در گفتگو با یک رسانه روسی به طور تلویحی از دست داشتن آمریکا در وقوع این حادثه پرده برداشت. Это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. نشت گاز از خط لوله نورد استریم در دریای بالتیک در منطقه‌ای رخ داده که تحت کنترل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکاست. محل حادثه همچنین جزو مناطق تجاری و اقتصادی دانمارک و سوئد و زیر کنترل اطلاعاتی و عملیاتی آمریکاست. فراموش نکنیم که اینها کشورهای عضو ناتو هستند و این منطقه مملو از سلاح‌های آمریکایی است. در حالی که سوئد و دانمارک تحقیقات درباره این حادثه را بدون حضور روسیه آغاز کردند، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه خواستار مشارکت این کشور در روند تحقیقات شد. گازپروم حق دارد به عنوان یکی از مالکان خطوط لوله در روند تحقیقات شرکت کند. حتی بسیاری از سیاستمداران اروپایی اعتراف کردند که این انفجار در نتیجه خرابکاری صورت گرفته است. خرابکاری در خط لوله های نورد استریم 1 و 2 درست زمانی اتفاق افتاد که روسیه و اروپا در حال مذاکره و توافق درباره مناقشه اوکراین و احتمالاً به جریان افتادن دوباره انتقال گاز بودند. مقامات روسی با استناد به مدارک و شواهدی قطعی به دست داشتن آمریکا و برخی کشورهای غربی در وقوع این حادثه اشاره می‌کنند و همزمان مسکو از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته به سرعت جلسه‌ای درباره این موضوع تشکیل شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو. تعداد نسخه‌های الکترونیک از مرز 100 میلیون عبور کرد. به گفته رئیس مرکز آمار و اطلاعات بیمه سلامت، فقط حدود 3% از نسخه‌ها به صورت نیمه الکترونیک یا کاغذی صادر می‌شود. انتظار داریم تمام زیر مجموعه آموز پرورش هم به این وصل بشن، چون هرچه خدمات الکترونیک و دولت الکترونیک رو زیاد کنیم، ما میتونیم از اتلاف منابع بکاهیم و در واقع استفاده بهینه از منابع داشته باشیم و مردم هم ارتباطشون راحت تر بشه. دادیم دوستان انجام بدن. سایر موارد رو به صورت اینکه وزارت آموز پرورش باید پیشرو در خدمات الکترونیک باشه. خب، توضیحات وزیر آموزش و پرورش رو شنیدین در مورد اینکه تا پایان مهر ماه تمام زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌شوند. اما تعداد نسخه های الکترونیک هم از مرز 100 میلیون عبور کرده. به گفته رئیس مرکز آمار و اطلاعات بیمه سلامت، فقط حدود 3% از نسخه ها به صورت نیمه الکترونیکی یا کاغذی صادر می شود که گزارشی آماده شده با هم دیگه ببینیم. نسخه الکترونیک در ماه های اخیر رشد خوبی داشته. از ابتدای طرح تا کنون حدود 101 میلیون نسخه تجویزی داشتیم و در ماه قبل حدود 8,500,000 نسخه تجویزی توسط پزشکان داشتیم. ایرادهایی که در ابتدای اجرای این طرح به اون وارد بود کاهش پیدا کرده. اوضاع سامانه ها چطور شده؟ سامانه بیمه سلامت، تامین اجتماعی؟ بیمه سلامت و تامین اجتماعی خداشو خوبه. کدینگ داروها و اینا بهتر شده؟ خیلی بهتر شده، خیلی. اما هنوزم جا داره از جمله اینها. مریضا کمتر منتظر میشن، میتونیم سریعتر کارشون رو انجام بدیم. مشارکت پزشکان هم با طرح نسخه الکترونیک بیشتر شده. 3% از نسخه ما داره به صورت نیمه الکترونیک یا همون کاغذی نوشته میشه و 97% به صورت الکترونیک هستش که به صورت تمام الکترونیک توسط پزشکان نوشته میشه و پیچیده میشه. پزشکا به تناسب آشنا پیدا کردن، آشنا شدن با داروهایی که میزنن. و مراکز طرف قرارداد با نسخه الکترونیک هم به حد قابل قبولی رسیده. ما حدود 42,000 مرکز طرف قرارداد داریم که
مراکز داروخونه 12,000 تا، آزمایشگاه 2,000 تا و تصویر برداری 1,300 مرکز طرح قرارداد داریم. در حال حاضر اسناد ارائه شده به بیمه ها هم به صورت الکترونیکه. اسناد سرپایی که الکترونیک هست، اسناد بستری الکترونیک آفلاینه، یعنی به صورت غیر برخط در اختیار قرار میگیره و اونها هم به صورت الکترونیک جمع‌بندی و پرداخت میشه. و با کمک نسخه الکترونیک تجویز داروها تحت نظارت قرار گرفته. حتی تعداد قلم دارویی که یک پزشک منویسه وسط میشه که غالبا نرمی داره، از اون در حقیقت نرم نباید عبور بکنه و اگر هم عبور کرد برای اون همکار پزشکمون به هر حال پیامک میره و اطلاع رسانی صورت میگیره. شرایط اجرای نسخه الکترونیک دستیابی به پرونده الکترونیک سلامت رو هم ممکن تر کرده. برای بحث دولت الکترونیک و همچنین بحث ای هلس یا پرونده سلامت الکترونیک که پیش قراولش در حقیقت همین نسخه الکترونیک هست که سازمان هم الحمدلله برای استقرار نسخه الکترونیک بسیار خوب عمل کرد. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما. بانک مرکزی اعلام کرد تاکنون مجموع مبلغ پرداختی 6 بانک تعیین شده برای پرداخت وام مسکن فرزند سوم 40 میلیارد تومان بوده. یعنی این وام صرفاً به حدود 200 متقاضی پرداخت شده. وام 200 میلیون تومانی ودیعه خرید یا ساخت مسکن ویژه متقاضیان فاقد مسکن است که از سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم شدند. اردیبهشت ماه امسال بود. طبق بخشنامه بانک مرکزی قرار شد به تمام خانواده‌های بدون مسکنی که فرزند سوم آنها متولد سال 1399 به بعد است، وام 200 میلیونی ودیعه ساخت یا خرید مسکن داده شود. بانک مرکزی به 6 بانک ابلاغ کرده: بانک‌های مسکن، کشاورزی، توسعه، تعاون، صادرات، تجارت و پست بانک. تسهیلاتی قرض الحسنه با دوره بازپرداخت 20 ساله که بانک‌ها باید پس از مراجعه حضوری متقاضیان بر اساس اعتبارسنجی یا گرفتن سفته و یا داشتن یک ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت کنند. مراجعه می‌کنم به شعبه بانک، بانک اونجا استلام اولیه رو انجام میده از سامانه سمات بانک مرکزی. بانک بررسی میکنه ببینه تسهیلات مسکن، جاله یا فرزند ودیعه مسکن فعال داره یا خیر. به رغم این ابلاغیه اما گزارش های مردمی میگوید برخی بانک ها از اعطای این وام به مردم تفره میروند. ما بودجه نداریم، باید به تو سایت ثبت نام کنیم. برخی هم سلیقه ای عمل میکنند. هر چی خواستم بردم، معلم خواستم بردم، کاسب خواستم بردم، ولی هر دفعه یه ایراد گرفتم برام، نتونستم وامو دریافت کنم. این شهروند هم با مراجعه حضوری به شعب همه این 6 بانک همچنان دست خالی از نبود وام گلایه میکنند. اکثرشون میگن بخشنامه نیومده، یکی دوتا هم میگن بخشنامه اومده، معلوم نیست که سازوکارش فراهم بشه. طبق اعلام روابط عمومی بانک مسکن، این بانک تا 13 شهریور تنها 157 فقره وام به ارزش 257 میلیارد ریال پرداخت کرده و بانک صادرات هم هیچ پرداختی نداشته. بانک‌های کشاورزی، تجارت، پست بانک و توسعه تعاون هم حاضر به پاسخگویی نشدند. در حالی که سهمیه 6 بانک برای اعطای این تسهیلات 900 میلیارد تومان مشخص شده، اما به گفته یه بانک مرکزی تاکنون تنها 40 میلیارد تومان تسهیلات، یعنی معادل اعطای وام به 200 خانواده اجرایی شده و این عملاً یعنی هیچ. به گفته مسئول اعتبارات بانک مرکزی، پس از برطرف شدن برخی از ابهامات، بانک‌ها مکلف شدند اعطای وام را از ابتدای مهر ماه تسریع کنند. شما میتونید تجربه خودتون رو از دریافت این تسهیلات و یا تخلفات احتمالی بانک‌ها با آدرس irib.news/ir با ما به اشتراک بگذارید. ما همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما. مراسم سنتی مذهبی قالیشویان در مشهد اردهال کاشان برگزار شد. به گفته مسئول ستاد برگزاری مراسم، این آیین تنها سنت مذهبی شیعیان است که به ثبت جهانی رسیده. قالیشویان بر اساس تاریخ شمسی در جمعه دوم مهر برگزار می شود و مراسمی نمادین از تشییع و خاکسپاری حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام است. همزمان با دومین جمعه مهر ماه، آیین قالیشویان پس از 2 سال وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.
علی ابن باقر به دعوت مردم فین و کاشان از طرف امام به این منطقه آمدند، به مدت 3 سال سفیر امام بودند، اقامه نماز جمعه و جماعت کردند و پس از 3 سال متاسفانه به دست دشمن در این دره ازناوه به شهادت رسیدند. همه ساله این مراسم معنوی مذهبی برگزار می شود به عنوان نماد عزاداری و پیوند با ولایت و رهبری. این مراسم آیینی نماد خونخواهی حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر و تنها آیین مذهبی اسلامی است که به تقویم خورشیدی برپا می شود. یه جمله ای هم در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام آمده، هم در زیارت حضرت عباس آمده و هم در زیارت آل یاسین امام زمان، و اون اینه که آمادم شما رو یاری کنم. این جمعیت آمدن به حضرت سلطان علی بگن آماده ایم شما رو یاری کنیم. در این آیین چوب نماد سلاح اهالی فین و قالی نماد پیکر بیجان حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام است. درسته یک مراسم نمادینه، اما بیانگر یک حقیقته و اون حقیقت در صحنه بودن و خالی نکردن پشت اهل بیت، قرآن و دین هست. هر چقدر دشمن کار کرده، شما امسال اربعین هم دیدید جمعیت بیشتری حضور پیدا کرد. عشق به اهل بیت علیهم السلام زن و مرد، کوچک و بزرگ و پیر و جوان را گرد هم آورده است. من 75 سال عمر دارم، خدا اگر بخواد 70 سالش رو در این مراسم شرکت کردم. سرباز از سلطان علی هستیم و به عشق آقا سلطان علی هر سال توی مراسم شرکت میکنیم. پیامی که ما میخواییم برسونیم به مردم جهان اینه که با هم بستگی میتونیم همه دشمنامون رو شکست بدیم. حضرت علی ابن محمد باقر علیه السلام همچون جدش حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدند و از این روی مشهد اردهال را کربلای ایران مینامند. این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور و همچنین میراث فرهنگی معنوی یونسکو نیز به ثبت رسیده. مسعود صدوقیان، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.